فیض عظیمت و نجاتت ای پدر، شکر به خاطر محبت‌های بی‌دریغت. خداوندا امروز هم تو مس خودتو به ما بده. خداوندا گوش دل ما رو باز کن که صدای تو رو بشنویم. خداوندا دهان منو تو مس کن، باشه که فقط گوینده کلام تو باشم، از خودم چیزی نداشته باشم و اون کلامی که ارائه میشه با قدرتمندی و با امانتداری کامل به گوش عزیزان در این کلیسا و در اقصا نقاط دویان و تمام کسایی که از طریق تلویزیون و اینترنت این پیامو میبینن برکت بیاره و در زندگیشون شکوفا بشه، دوچندان، دهچندان، صدچندان، در نام عیسی، آمین. خدا رو شکر. امروز من دکور برنامه رو یکم که عوض کردم و در حضور شما هستم. البته اگه اجازه بدیم میشینم صحبت که صحبت میکنم. امروز میخوام یه پیام بیارم برای شما که شاید بعضی از واعظا مشکل باشه اینو گفتن. امروز میخوام نزدیک جاهایی بشم که خداوند قوتشو بده که من به امانتداری کامل اونو که اونو بگم. امروز میخوام در ارتباط با آفرینش صحبت کنم. میخوام در ارتباط با آفرینش صحبت کنم. پس اجازه بدید من با این تیتر برم جلو. امروز عزیزان میخوام به موضوعی اشاره کنم که سرمنشه تمام خلقته. امروز میخوام به خلقت اشاره بکنم و آیا ما شبیه خدا هستیم؟ آیا ما موافق و به صورت خدا خلق شدیم؟ چجوری؟ کجا؟ میخوام بریم به کلام خداوند. کلام خداوند در پیدایش 1:26. خواهش میکنم اگه اناجیلتون رو باز کنید، به اناجیلتون نگاه کنید. دوست دارم به کلمات کاملا دقت بکنیم، چون بعضی اوقات بعضی کلمات بار خیلی زیادی داره. میخوام بریم به پیدایش 1:26. و خداوند گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. بریم با هم بررسی کنیم چرا خداوند گفت که انسان را شبیه و موافق ما بسازیم. دلیل گفتنش چی بود؟ هم گفت به صورت ما، هم گفت شبیه ما و هم گفت موافق با ما بسازیم. نگفت فقط شبیه ما بسازیم، گفت موافق با ما بسازیم. ما چه شباهت هایی میتونیم با خداوند داشته باشیم؟ و یک موضوع خیلی مهمتر که من با قوت خداوند بهش نزدیک میشم اینه که آیا خدا تنهاست؟ آیا خدا تنهاست؟ البته من دارم به واحد بودن خداوند نزدیک نمیشم. خداوند واحد حقیقی، ولی آیا خداوند تنها یه گوشه نشسته؟ ما میدونیم که خداوند خالق هستیه، خالق تمام موجوداته. اما خداوند رو ما در سه شخصیت میشناسیم، در سه عملکرد میشناسیم و در پدر، پسر و روح القدس. امیدوارم که با امانتداری کامل پیام خداوند رو بدم. خب اما این سه شخصیت در عین اینکه تکثر دارن صاحب وحدانیت هم هستن. خدای واحد حقیقی خیلی چیز زیباییه، تکثر در عین واحد بودن. پس پی میبریم خدا تنها نیست یه گوشه نشسته، تنها یه گوشه منزوی، نه اینطوری نیست. به عنوان مثال توی کتاب مقدس از واژه جمع خیلی استفاده شده، ما بسازیم بکنیم. از واژه های انفرادی هم استفاده شده، ولی خیلی تو کتاب مقدس از واژه های
جمعی استفاده شده. این همین پیدایش. دوباره میریم به همون آیه که خوندیم و خداوند گفت آدم را به صورت ما، موافق ما، شبیه ما بسازیم. نگفت شبیه ما بسازم. البته من نمیخوام زیاد با واژه‌ها بازی بکنم، چون کتاب مقدس ببینید خیلی نوشته این موضوع رو، خیلی اشاره شده به جمع اسم برده. عزیزان میدونید اصلا هدف از خلقت چی بوده؟ هدف از خلقت رابطه عاشقانه بوده، رابطه عاشقانه خداوند با ما. پس خداوند رابطه عاشقانه رو دوست داره. دارم این فصل رو توضیح میدم تا بگم هدف من از این طرح موضوع چیه. پس خداوند رابطه عاشقانه رو دوست داره، اصلا رابطه عاشقانه در اتحاد رو دوست داره. پس بحث من رو اتحاد. اصلا خلقت در اتحاد به وجود اومد، خلقت در اتحاد به وجود اومد. بازم میخوام برم به پیدایش. پیدایش باب 1:2. زمین تهی و بایر بود. خواهش میکنم کتاب مقدساتون رو نگاه کنید اگر هر ترجمه‌ای دارید. و تاریکی روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرا گرفت. در اول بخوایم این آیه رو بخونیم، خب یه چیزی درک میکنیم، یه چیز نرمالی از این قضیه درک میکنیم، ولی یه چیز خیلی فراتر تو اینه، یه چیز خیلی بزرگتر تو اینه. اون چیزی که، اون اکتشافی که خداوند برای من داشته، من اونو میگم برای شما. پس خداوند موقعی که زمین تهی و بایر بود و تاریک بود همه جا، روح خداوند، پس روح خداوند سطح آبها را گرفت. در کتاب مقدس میدونید عزیزان اصلا آب به چه معنیه؟ آب یعنی کلام خداوند، آب یعنی کلام خداوند. پس روح خداوند بر کلام خداوند در اراده خداوند باعث خلقت شده، باعث خلقت شده. پس زمانی که روح خداوند بر روی کلام خداوند، یعنی در اینجا گفته صد تا آبها، قرار میگیره، به این معنیه که خلقت به وجود میاد. خب خواهیم بیشتر بریم در پیدایش بخونیم. پس پیدایش رو باز بکنید، من آیه آیه برای شما میخونم در ارتباط با خلقتی که روح خداوند بر کلام خداوند باعث شد که خلقت به وجود بیاد. برای اینکه بتونم ریز رو بخونم باید حتما عینکم رو عوض بکنم. شما به این موضوع زیاد چیز نکنید، گاهی اوقات سن آدم میره بالا همینجوری. خب من آیه با آیه میرم جلو. پیدایش باب 1:3 گفت و خداوند گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. گفت یعنی کلمه کلام دیگه عزیزان، نه؟ گفت، خداوند گفت. جالبه هر موقع خداوند میگه میشه. خداوند گفت روشنایی بشود، روشنایی شد. آیه 6 میگه و خداوند گفت فلکی باشد در میان آبها و آبها را از آبها جدا کند. و خدا فلک را بساخت و آبهای زیر فلک را از آبهای بالای فلک جدا کرد و چنین شد. و خدا فلک را آسمان نامید و شام بود و صبح بود روز دوم. آیه 9 میگه و خدا گفت. همش میبینید عزیزان کلام خدا، خداوند گفت، خداوند گفت. آبها زیر آسمان در یک جا جمع شوند و خشکی ظاهر گردد و چنین شد. آیه 14 میگه و خداوند گفت نیرها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند و برای آیات و زمانها و روزها و سالها باشد. و نیرها در فلک آسمان باشند
تا بر زمین روشنایی دهند و چنین شد. آیه 20 میگه و خدا گفت آبها انبوه جانوران پر شوند. آیه 24 میگه و خدا گفت زمین جانوران را موافق اجناس آنها بیرون آورد، بهایم و حشرات و حیوانات زمین به اجناس آنها، و چنین شد. پس میبینیم عزیزان خداوند میگه میشه. پس قدرت کلام رو میبینیم. بعد میریم اصلا کلام کی بود؟ کلام چی بود؟ خب تا اینجا که ما رفتیم جلو، خداوند با کلامش این خلقت انجام داد و آیه 26 میگه و خداوند گفت آدم را به صورت ما و موافق و شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نمایند. این کلمه حکومت رو دقت کنید عزیزان. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داده و خدا ایشان را گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید، در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات بر زمین میخزند حکومت کنید. پس اینجا خداوند با کلامش دنیا را خلق میکنه عزیزان و تسلطش میده به دست انسان. تسلط بر این دنیا رو میده به دست انسان. و اگر بخوایم ما یوحنا باب یک هم نگاه بکنیم، ببینیم اصلا این کلمه کی بود، کلمه چی بود. یوحنا میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خدا بود، همان در ابتدا نزد خدا بود، همه چیز به واسطه او آفریده شد و غیر از او چیزی از موجودات وجود نداشت. کلمه چیه؟ کیه؟ کلمه عیسی مسیح، کلمه خداست عزیزان، کلام زنده خداست. پس عیسی مسیح در خلقت نقش داشت. خدا رو شکر برای کلام زنده خدا. من نمیخوام خیلی تعلیمی باشه و خیلی خشک باشه این برنامه ما، پس به سرعت میریم جلو. پس دیدیم عزیزان زمانی خلقت انجام میشه که روح خدا بر روی کلام خدا قرار میگیره و طبق اراده خداوند خلقت انجام میشه. جالب اینه که من تمام دنیا رو خلق کرد، بعد انسان آفرید، آن هم به صورت شبیه و موافق خودش آفرید و همون انسان رو هم در اتحاد با هم یعنی زن و مرد آفرید و اونها بهش گفت بارور و کثیر شوید. به نوعی خلقت روی زمین رو به تکثیر نسل و به انسان داد. و حالا عزیزان داریم کمی میبینیم که چرا خدا گفت انسان به صورت ماه و شبیه ما موافق ماست. ولی اینجا ختم کلام نیست، اینجا آخرش نیست، این شواهد ها آخرش نیست. خداوند انسان رو خلق کرد که بتونه رابطه داشته باشه، ولی انسان عزیزان به واسطه داشتن اختیار آزاد، داشتن اختیار آزاد، در واقع گناه کرد و رابطه خودشو با خداوند قطع کرد. حالا چرا موقعی که انسان گناه میکنه رابطهش قطع میشه با خداوند؟ خدا قدوسه، خدا پاکه، نمیتونه با گناه متحد باشه. برای همین رابطه انسان قطع شد از خداوند. واقعا سخت موعظه کردم با عزیزان که من گاهی اوقات دارم که نگاه میکنم کاملا چهره های شما رو که نگاه میکنم ببینم آیا اون انرژی رو برمیگردونید به من یا نه، و خدا رو شکر امیدوارم در لحظات دیگه برگردونید اون انرژی رو. خدا رو شکر، خدا رو شکر. پس عزیزان اینجا این همبستگی و اتحاد از هم جدا میشه و انسان مسیری دیگر رو انتخاب میکنه غیر از اراده خداوند در این دنیا، مسیر دیگری رو انتخاب میکنه که اصلا اراده خداوند نیست. یعنی چی؟ یعنی نااطاعتی، یعنی طغیان. از اون به بعد دنیا روال عادی خودش رو طی نمیکنه، چون انسان اختیاری که خداوند بهش داد برای اینکه اختیار داره دنیا و مخلوقات بشه با نااطاعتی دو دستی تقدیم به شیطان کرد
و عزیزان دنیا الان در اختیار شیطانه، ولی اشتباه نگیرید، صاحبش نیست، صاحبش خداوند، ولی الان اختیاردار شیطانه، دنیا زیر لعنت گناهه. اگه فکر میکنید اینطوری نیست، رفتید خونه تلویزیوناتون روشن کنید ببینید چی میبینید، روزنامه رو بخونید، اخبار رو گوش کنید، چی میبینید؟ قتل، کشتار، جنایت، مال مردم خوری و خیلی چیزای دیگه که از خداوند نیست. و خیلی از عزیزان گاهی اوقات سوال میکنن اگه خداوند عادله چرا اینطوری چرا اونطوری؟ پاسخش خیلی راحته عزیزان، خداوند عادل است ولی این دنیا زیر لعنته، این دنیا زیر لعنته. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند. پس ما برای این میگیم که دنیا زیر لعنت گناهه و در اختیاردارش شیطانه. پس زمانی که عزیزان همدلی و اتحاد از بین میره، خلقت نیکویی هم از بین میره، دیگه نیکویی خلق نمیشه اونجا، برای اینکه این اتحاد از همدیگه جدا شده. دنیا به طرف نابودی، به طرف دروغ، به طرف کشتار، تفرقه، گناه خیلی سریع داره آره میره و یک شکاف بزرگی بین خداوند و انسان افتاد، یه شکاف خیلی بزرگ. و اصلا عیسی مسیح به خاطر همین اومد، این شکاف رو ترمیم کنه، این شکاف رو ببنده، این شکاف رو از بین ببره. رابطه قطع شد، دنیا زیر لعنت. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند. پس عزیزان عیسی مسیح اومد برای اینکه شکاف رو ترمیم بکنه و برای ترمیم کردنش یه بهای خیلی سنگین داد. میتونید عزیزان باهاش چی بود؟ یه نفر به من بگه. باهاش خون پر باهاش بود، خون عیسی مسیح بود. عزیزان اون به خاطر گناهی که ما کردیم اون باز پرداختشو کرد، برای اینکه این شکاف رو ترمیم کنه، این شکاف رو ترمیم کنه. شاید این قسمت از موعظه من یکم حالت مثبت نداشت از دید عموم، ولی حالا رسیدیم به قسمت دوم موعظه. و تمام کسایی که عزیزان اینجا در این دنیا به مسیح ایمان میارن قادر میشن دوباره با خداوند در اتحاد باشن، دوباره با خداوند در اتحاد باشن. عیسی مسیح پل نجات ماست، عیسی مسیح تنها در، تنها دروازه، تنها راه، تنها راستی است که این ارتباط ما دوباره با خداوند وصل بشه. ما با خون پربهاش شسته شدیم، ما از گناهان بری شدیم در روح، در روح ما از گناهان بری شدیم. پس الان این اتحاد به وجود اومد، کسایی که عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده قبول میکنن، یعنی ما، یعنی کلیسا. خب الان ما چه کاری میتونیم بکنیم؟ الان ما برگشتیم دقیقاً سر جایی که قبل از اینکه آدم گناه بکنه، چون پاکی. الان رسیدیم به اول، دوباره داستان شروع میشه. الان چه کاری ما میتونیم بکنیم؟ ما الان عزیزان پسران و دختران خداوند هستیم، ما هم ارسان خداوند هستیم، ما با مسیح متحدیم، ما از مسیح پر هستیم عزیزان، از روح خداوند هدایت میشیم. برای اینکه یکم باز به صورت خشک و بیروح نباشه، امروز میخوام به شما رو ببرم به رساله رومیان که ببینیم. میگین آخه برادر رضا تو میگی که الان ما پسرانیم، دخترانیم، هم ارسیم، آخه از کجا داری میگی اینو؟ الان میگم از کجا دارم میگم. بریم به رساله رومیان. میریم به رساله رومیان باب 8 آیه 14 تا 17. الانی که ما در اتحاد با مسیح هستیم، ای کلیسا، ای تمام این ایمانداران، الان این صفت ماست، این کلامی که خداوند داره برای ما میگه. خداوند میگه زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند ایشان پسران خدایند. از آن روح که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به آن
ابا، یعنی ای پدر ندا می کنیم. همان روح بر روحای ما شهادت می دهد که فرزندان خدا هستیم و هرگاه فرزندان خداییم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح. پس کلام خداوند داره، نص کلام خداوند میگه ما فرزندانیم، ما هم ارثانیم، ما ورثه خداوند هستیم. خب عزیزان، با ایمان به عیسی مسیح نجات یهنده، ما برگشتیم سر جای اولمون، وارثان هستیم. الان چه وظیفه ای داریم ای وارثان؟ الان چه وظیفه ای داریم ما ای تمام کسایی که به مسیح ایمان آوردید؟ این شکاف دیگه نیست در ما، این گسست دیگه در ما نیست. ما الان وارثانیم، متحد با خداییم، برای اینکه پاک شدیم. عزیزان، این چیزی رو که خیلی دوست دارم بگم اینه که ما پاک شدیم. بعضی وقت عزیزان با من صحبت میکنن، میگن برادری خدا ما خدا بکنه ما نجات پیدا کنیم. ای عزیزان، ما نجات یافته هستیم، ما نجات یافته هستیم، ما بری از گناه هستیم. میدونین چرا؟ برای اینکه کسی به مسیح ایمان میاره گناهاش پاک میشه و روح قدوس خداوند میاد درش ساکن میشه. حالا چرا ساکن میشه؟ برای اینکه ما پاک شدیم. اگه ما پاک نمیشیم، نشده بودیم که روح خداوند در ما ساکن نبود. ما پاک شدیم که روح قدوس خداوند در ما ساکن. عزیزان، ما الان قدرت داریم. خداوند فرزندانی غیور میخواد، خداوند فرزندانی شجاع میخواد، خدا فرزندانی بیباک میخواد. به خودم موعظه میکنم، به خودم موعظه میکنم. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند. عزیزان، الان ما که فرزندانیم، ما که هم ارثانیم، خب الان وظیفه ما چیه؟ چه وظیفه ای داریم؟ بیایم فقط کلامو بخونیم بعدم بریم خونه، یا مثلا پرستش کنیم بریم خونه؟ چه وظیفه ای الان داریم ما؟ خب وظیفه ما همکاری با خداوند در راستای اراده خداونده که همون نیکوییه. اراده خداوند عزیزان همیشه نیکوییه، چون خدا محبته، غیر نیکویی نیست. خداوند مرضی نمیده که ما رو امتحان کنه، و خداوند مرضی‌ها رو برمی‌داره. خداوند شفا دهنده است. خداوند عزیزان محبت نمی‌کنه، خداوند خود محبته. کسی که محبت می‌کنه می‌تونه یه روزی بکنه، یه روزی نکنه، ولی خداوند خود محبته، نمی‌تونه غیر از محبت کاری بکنه. کسی که محبته، خدایی که محبته، اراده‌اش هم نیکویی و محبته. مطمئن باشین اینو. خدا رو شکر عزیزان، این در این دنیای سقوط کرده که به طرف نابودی میره، به طرف جنگ میره، به طرف ویرانی و مریضی پیش که پیش میره طبق نقشه شیطان، حالا چطوری ما میتونیم این دنیای سقوط کرده اراده خداوند رو جاری کنیم؟ از شما میپرسم چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ خیلی ساده است. اتحاد. شما میگه برادر چجور اتحاد پیدا کنیم؟ میریم جلو، کلام خداوند میگه. خدا رو شکر ما میتونیم عزیزان با اتحاد خیلی چیزها رو خلق کنیم، درست مثل خداوند. ما نجات یافتگانی، روح خداوند داره در ما کار میکنه. پس زمانی که عزیزان روح خداوندی که در ما داره کار میکنه روی کلام خداوند قرار بگیره، ما کلام خداوند رو باید بخونیم، بدونیم، عمل کنیم، کلام رو باید زندگی بکنیم. و موقعی که روح خداوند بر روی کلام خداوند قرار میگیره، اون موقع اراده خداوند جاری میشه، نیکویی خداوند جاری میشه. پس ما میتونیم خلقتی تازه انجام بدیم با همون روحی که در ماست. دست بر مریضان بذاریم، خلقتی تازه انجام بدیم. دست بر مردردگان بذاریم، خلقتی تازه از طرف خداوند جاری بشه. ما میتونیم قوت خداوند رو جاری بکنیم. ما میتونیم با روحی که در ما داره کار میکنه عزیزان شریر رو بیرون کنیم. شریر رو میتونیم بیرون کنیم. عزیزان، ما با روحی که در ماست، با متحد شدن با کلام خداوند میتونیم رابطه های شکست خورده رو از نو بسازیم. ما میتونیم دوستی های فرو ریخته رو دوباره بنا کنیم.
خلقتی تازه کنیم. و خیلی از موارد دیگر که به ظاهر نابود شده است ما میتونیم خلقش کنیم عزیزان، با روحی که در ماست و کلامی که ما باش زندگی میکنیم خلقتی تازه میتونیم که انجام بدیم، دوباره خلق کنیم. حالا کم کم دارم متوجه میشم که چرا خدا گفت انسانو به صورت و شبیه و موافقه ما بسازیم. عزیزان ما به صورت خداوند خلق شدیم، عزیزان ما همکاران خداوندیم، عزیزان ما فرزندان خداوندیم، عزیزان ما وارثان خداوندیم، ما ورثه خداوند هستیم. عزیزان منتظر چی هستیم؟ ما منتظر چی هستیم؟ همه چیزو داریم. ما شروع کنیم به ساختن. رضا شروع کن به ساختن. همه شروع کنیم به ساختن. چی رو بسازیم؟ الان به شما میگم چی که چی رو بسازیم. شروع کنیم به ساختن دوستی های خراب شده. شروع کنیم به ساختن بدن های مریض. شروع کنیم به ساختن رابطه های از بین رفته. بسازیمشون. طبق کلام بسازیم. با روحی که در ما کار میکنه بسازیم. شروع کنیم به ساختن افکاری جدید. نه افکار منفی که همش تو ذهن ما کار میکنه، افکار مثبت جدید. عزیزان شروع کنیم به ساختن موقعیت های جدید. این فقط یک داستان نیست، این زندگی ما میتونیم بکنیم، با این روش زندگی ما میتونه بشه. عزیزان شروع کنیم به ساختن مسیرهای جدید زندگی ما، با روحی که در ماست، با کلامی که زندگی میکنیم. شروع بکنیم به ساختن شغلی جدید برای درآمد ما. ساختن 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 بسازیم بسازیم. عزیزان خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند. عزیزان ما شبیه و موافق خداوند هستیم. خداوند ساختن چیزهای نیکو رو دوست داره، پس ما چرا نیکویی نکنیم؟ اگه ما ایمان داریم، روح خداوند در ما کار میکنه، کلام میخواییم زندگی کنیم، خداوند دوست داره نیکویی بکنیم، چرا ما نیکویی نکنیم؟ چرا ما شروع به ساختن نیکویی ها نباشیم؟ این خیلی مهمه تو زندگی ایماندار. این خیلی مهمه تو زندگی ایماندار. خداوند میخواد عزیزان ما شبیه خودش باشیم. آیا تو میخوایی؟ خداوند میخواد عزیزان ما مثل خودش رفتار کنیم. آیا شما میخوایید؟ خداوند میخواد عزیزان رابطه ما با خانواده ما از نو ساخته بشه. آیا شما میخواین؟ خداوند میخواد رابطه و دوستی های ما در کلیسا دوباره ساخته بشه. آیا شما میخواین؟ دو نفر میگه میخوام من. آیا شما میخواین؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که همه عزیزان میخوان رابطه ای تازه، دوستی ای تازه، راهی تازه. عزیزان اتحاد در کلیسا، اختلاف نیست، بذاریم کنار. دوستی هایی که فکر میکنیم خراب شده از نو بسازیم، با روحی که در ماست، با کلامی که زندگی میکنیم از نو بسازیم. از خودمون شروع کنیم، از خودمون شروع کنیم. رضا از خودت شروع کن. من دارم به خودم موعظه موعظه میکنم. خدا رو شکر دوستی ها رو دوباره بسازیم. آیا میخواین؟ عزیزان خداوند میخواد که من و شما همکارانش باشیم. آیا شما میخواین؟ ولی فقط گفتن این که من میخوام کافی نیست. بلند شو، قدم ایمان رو بردار. از همین الان، از همین الان اگه از کسی دلخور هستی بلند شو، بلند شو، تو برو به طرفش. این رابطه رو تو بساز، برای اینکه روح خداوند درت کار میکنه، برای اینکه کلام خداوند زندگی میکنی، طبق کلام خداوند میتونی خلقتی تازه بکنی. از همین حالا، از همین حالا، نه فقط در قلب بلکه در رفتار، به رفتار نشون بدیم. آیا تو میخوایی؟ من که میخوام. پس عزیزان بیاییم با همدیگه دعا بکنیم، بیاییم با همدیگه دعا بکنیم، به حضور خداوند بریم. خداوند شکرت ای پدر آسمانی، شکر به خاطر محبت‌های بی‌دریغت ای پدر، شکر به خاطر فیضت ای خداوند. ما اعضای کلیسای نجات دستامون رو بلند می‌کنیم، میگیم خداوند ما می‌خواهیم رابطه‌هامون درست بشه، ما می‌خواهیم مسیر
نیکویی تو رو بریم. ای خداوند، من میخواییم قدم جای قدم های تو بذاریم. ای خداوند، تو جلو برو، ما دنبالت باشیم. ای خداوند، ما میخواییم رابطه هایی که به ظاهر شکست خورده رو درست کنیم، ما میخواییم بیزینس های به ظاهر شکست خورده رو درست کنیم، ما میخواییم روابط با دوستان، آشنایان، فامیل ها، خانواده ما که به ظاهر شکست خورده است، ای خداوند ما میخواییم درست کنیم. ای خداوند قوتشو تو بده. خداوند تو که خدای نیکویی هستی، تو که خدای رحمتی، تو که خدای خلقتی، ما میخواییم طبق کلامت و با روح خودت خلقتی تازه تو زندگی ما بکنیم. ای خداوند قوتشم تو بده. ای خداوند قوتشو تو بده. ما میخواییم، ما از همین الان میخواییم قدمی تازه میخواییم برداریم. ما با قوت تو میخواییم حرکت کنیم. تو قوت دهنده ما باش، تو قوت دهنده ما باش. همه ما میخواییم، ما آماده ایم خداوند، ما میخواییم در نام عیسی. آمین. خدا به همه شما برکت بده.